سلام، من مهنوش هستم و با یه ویراژ دیگه و یه ماشین جذاب دیگه در خدمتتون. به نظر من سری 8 یکی از جذاب ترین مدلای تولیدی بی ام و است و در مقایسه با تولیدات کمپانی بی ام و یه حالت مرموز و ناشناخته ای داره. اولین نسل از بی ام و سری 8 با پلتفرم E31 در فاصله سالهای 1990 تا 1999 تولید میشد و به طور کلی دارای موتورهای 8 و 12 سیلندر بودند، ولی به خاطر استقبال کم از این خودرو در اون زمان بی ام و خط تولیدش رو متوقف کرد و بعد از حدود 20 سال یه برگ برنده رو رو کرد و به این ترتیب از نسل دوم این سری در سال 2018 رو نمایی کرد و خط تولید این سری از خودروهای جیتیش رو دوباره به راه انداخت. سری 8 بی ام و در سه مدل کوپه، کانورتبل و گران کوپه به بازار عرضه شد و با دو حجم موتور 3 لیتر 6 سیلند و 4.4 لیتری 8 سیلند تولید میشه. بی ام و سری 8 گران کوپه در 4 تا تریم 840 آی گران کوپه، 840 آی ایکس درایو گران کوپه، M850 آی گران کوپه و 840 دی ایکس درایو که مدل دیزلیشه به بازار عرضه میشه. در ویراژ امروز میخوایم مدل M840 آی گران کوپه 2020 رو با هم بررسی کنیم. چراغای LED هلو BMW که به فناوری لیزری مجهز شدن و دارای سیستم نور تطبیقی هستند و جلو پنجره‌های کلیه‌ای شکل بزرگ و جدید BMW که اگه دقت کنیم میبینیم این دریچه‌های پشت کاملا بستن و بر حسب سرعت و نیاز موتور و رادیاتور به ورود هوا باز و بسته میشن. سایز رینگ ها 18 اینچ هست تو این مدل، ولی امکان استفاده از رینگ های 19 و 20 اینچ هم داریم. کالیبرای جلو 4 پیستونه هستن و کالیبر عقب 1 پیستونه است. سال هاست که بی ام و در اکثر مدل های اسپورتش از سایز های متفاوت برای چرخ های عقب و جلو استفاده میکنه. سایز رینگ‌های عقب و در نتیجه تایرهای عقب پهن‌تر از تایرهای جلو طراحی میشه و این موضوع به حفظ تعادل و خصوصیات اسپورتی ماشین اضافه میکنه. تایرهای عقب 3 سانت از تایرهای جلو پهن‌تر هستند و تایرهای جلویی حدود نیم سانت فاقشون بلندتره که به اسپورت بودن ماشین کمک میکنه. زیر کاپوت مدل 840 آی گران کوپه یه موتور 3 لیتری 6 سیلندر تو این توربو چارجه که 335 اسب بخار قدرت و 500 نیوتن متر گشتاورش از طریق گیربکس 8 سرعته اتوماتش به چرخهای عقبش منتقل میشه. بله درسته، این مدل دیفرانسیل عقب هستش. همونطور که توی موتور میبینیم تمام این بریس ها برای حفظ تعادل بیشتر موتور وصل شده. اسم این موتور B58 است. B برمیگرده به موتور که ساخته بی ام و است. 5 نشان دهنده 6 سیلند بودن موتوره و 8 نشان دهنده بنزینی بودن موتور. خب ما این قسمت یه دونه دریچه داریم و قسمت پشت هم یه دونه دریچه هست که اینا تزیینی ان، کاربردی نیستن، ولی تو طراحی بغل ماشین خیلی زیبایی چشمگیری به ماشین دادن. خب همونجوری که می‌بینین درا بزرگ و کشیده است، چه در جلو چه در عقب، برای همین سواره و پیاده شدن خیلی راحته. یه خاصیت دیگه ای که ماشین های کوپه داره اینه که شیشه ها فریملس هست و توی این ماشین هم شیشه ها فریملسه و وقتی که در ماشین باز میشه شیشه پایین میاد که باز و بسته شدن در راحت باشه. طراحی عقب زیبا و عضلانیه، همونجوری که میبینید چراغای خطر باریک و کشیدن و توی این قسمت بالچه عقب نداریم، ولی طراحی صندوق عقب یه حالتیه که کار بالچه رو انجام میده. خب میرسیم به قسمت حجم بار. حجم بار 840 آی گران کوپه 440 لیتره که امکان اضافه کردن به حجم بارش با جمع کردن ردیف دوم صندلیاشو داریم، ولی ایرادی که بهش میگیرن یکی این که ورودی بار برای صندوق عقب کوچیک و تنگه و یکی دیگه هم این که دیواره صندوق عقب ارتفاعش زیاده برای گذاشتن بار.
میخوام دعوتتون کنم به شنیدن صدای قرش M840i. علی‌رغم اینکه این ماشین پکیج M داره ولی صندلی‌هاش پکیج M رو ندارن. صندلی‌ها اسپورت تمام چربن ولی پکیج M نیستن. من که اگه پکیج M بود تو این قسمت یه لوگوی M حتما موجود بود. 10 تا حالت تنظیم صندلی به صورت برقی برای ماشین در نظر گرفته شده. 2 تا حافظه صندلی هم برای ماشین داره. خب تو این قسمت تنظیمات چراغای جلو رو داریم. این کنترلگر اینجا هم تنظیم نور پشت صفحه آمپر هستش. توی این قسمت دکمه‌های سمت چپ قابلیت فرمون مربوط به کنترل دستیار راننده و تنظیمات کروز کنترله و با این دکمه من میتونم حساسیتش رو تنظیم کنم. دکمه‌های سمت راست فرمون هم مربوط به تنظیمات سیستم صوتی و تنظیمات صفحه پشت آمپر. دو تا دونه پدال کوچیکم اینجا در نظر گرفته شده که باهاش میشه به صورت منوال دنده رو تعویض کرد. سیستم سرگرمی این ماشین سیستم 7 آی درایو که مجهزه به یه دونه صفحه نمایش 12.3 اینچی پشت فرمون و صفحه نمایش 10.25 اینچی که لمسیه و ازش میتونیم مدیا، اپ‌های مربوط به BMW، تنظیمات ماشین و نقشه و مسیرها رو کنترل کنیم. سرعت پاسخگوییش خیلی خوبه و کیفیت نقشه هم فوق‌العاده بالاست و امکان نشون دادن نقشه به صورت سه‌بعدی رو هم داریم. توی قسمت تنظیمات ماشین یه قسمتی هست به نام اونر منیو که شما میتونید اگر آپشنی از ماشین هست که طریقه استفاده از اون بلد نباشید توی این قسمت به صورت فیلم یا عکس یا حالا به صورت توضیحات موجوده که میشه ازشون استفاده کرد. توی قسمت ستینگ میشه تنظیمات حالتهای مختلف رانندگی بین حالتهای سپورت، کو یا حالت کامفورت رو داشت. در قسمت تنظیمات ماشین هم امکان تنظیم حالت‌های رانندگی، تنظیم نورهای خارجی ماشین، دستیار راننده، تنظیم دیسپلی‌های مرکزی تنظیم قفل کردن درها، تنظیم نور داخلی بین رنگ‌های برنز، نارنجی، سفید، آبی، سبز و ارغوانی. تنظیم سیستم تهویه ماشین و همچنین تنظیم کلید برای باز و بسته شدن درها رو داریم. این قسمت هم که مربوط به تنظیمات سیستم تهویه ماشینه و یه ویژگی که خیلی از خیلی وقت پیش هم حتی روی BMW بوده این داشتن حافظه برای هر کدوم از این عددهایی که دست تو فقط کافیه روشون بکشید. این قسمت نشون میده که مربوط به کدوم گزینه است. خب یه دکمه که اینجا هست دکمه مربوط به نرم افزار دستیار راننده است که قابلیت تنظیم داره. این حالتایی که مثلا فاصله نزدیک باشه به شما اختار بده، فاصله در حد متوسط باشه یا فاصله رو زیاد کنه یا کلا میتونیم خاموشش کنیم. خب توی این قسمت دو تا دونه جای لیوانی تعبیه شده، یه دونه جای سیگاری داریم در واقع و یه دونه هم وایرلس شارژر هست. توی این قسمت یه دکمه هست که مربوط به پارک اتومات ماشینه که با فعال کردنش ماشین به صورت اتومات دنبال جای پارک میگرده، جای پارک مناسب رو که
برای ماشین پیدا کرد، شما روی صفحه نمایش مرکزی اعلام میکنه و بعد با اکتیو کردنش ماشین به صورت خودکار خودش رو پارک میکنه. تو این قسمت تنظیم حالت‌های رانندگی رو داریم بین حالت اسپورت، اسپورت پلاس، کامفورت، ایکو و حالت ادابتیو که خود ماشین با اکتیو کردن این حالت سیستم تعلیق ماشین رو تنظیم میکنه، سیستم جعبه دنده رو تنظیم میکنه بر حسب شرایطی که ماشین توش قرار داره. این هم که یکی دیگه از روش‌های کنترل سیستم سرگرمی مرکزیه توسط این کنترلگر. و این دکمه‌های میونبر هم که اگر خواستیم از دکمه ها استفاده کنیم به جای حالت لمسی صفحه. یه ویژگی جالبی که روی این ماشین ها هستش میگن جستشر کنترل. برای بعضی از آپشن های ماشین با حرکت دست جلوی اسکرین شما میتونید اون آپشن رو انجام بدید. در واقع سنسور اینجا قرار گرفته و حرکت دست شما رو میبینه و به سیستم منتقل میکنه. مثلا برای کم یا زیاد کردن صدای سیستم صوتی میتونید دستتون رو به این حالت تکون بدین یا خلاف جهت تکون بدین، صدا رو کم میکنه. اگه بخواید صدا رو قطع کنیم کافیه فقط با دو تا انگوش به سمت سنسور اشاره کنیم، صدا رو قطع میکنه. اگه میخواییم برین ترک بعدی به این حالت ترک بعدی رو میتونین انتخاب کنین، یا اگه میخواییم برین ترک قبلی میتونین به این حالت ترک قبلی رو انتخاب کنین. این دکمه SOS هم که اینجا نوشته شده اگر در صورت اضطراری احتیاج داشتین که کمک برای شما ارسال بشه، این دکمه به صورت اتومات به پلیس دبی، به پلیس اون شهری که شما توش زندگی میکنین وصل میشه و فقط شما کافیه این دکمه رو فشار بدین تا براتون نیروی کمکی از طریق پلیس ارسال بشه. به این مدل ماشینا میگن 4 به اضافه 1، یعنی در واقع 4 تا صندلی به اضافه 1 برای 5 نفر، ولی فکر میکنم نفر پنجم مثلا جای کافی برای نشستن هم نداره و نه خواهد داشت به خاطر این کنسول وسطی که اینجا تعبیه شده. فاصله پا تا صندلی جلو، صندلی بر حسب مشخصات رانندگی من فیکس شده، کاملا زیاده. فاصله سر تا سقف قابل قبول که چرت کنم، ولی خب اگه مقدار قدت بلندتر باشه حتما سرت به سقف گیر خواهد کرد. یه دکمه جالبی که داره این سایه‌بونای عقبه که به صورت الکتریکی هستن. برای اون قسمت پشتم سایه‌بون داریم و امکان باز و بسته کردن سانوس عقب رو از صندلی‌های عقب. مصرف سوخت در 100 کیلومتر در شهر 9.2 لیتر، در جاده به 6 لیتر کاهش پیدا میکنه و به صورت ترکیبی 70 لیتر. شروع قیمت این ماشین در امارات از 399,000 درهم که تقریبا یه چیز حدود 110,000 دلار آمریکا میشه. از رقباش میتونم به مرسدس بنز AMG GT 14، پورشه پانامرا و آمودی RS7 و برادر دیگه‌اش F5 اشاره کنم. سیستم صوتی این ماشین هارمن کاردنه که مجهز به 16 تا اسپیکر. امکان انتخاب بین 11 تا رنگ بدنه رو داریم. و یه خوبی که BMW سری 8 گران کوپه داره اینه که میشه لذت رانندگی اسپورت رو با 4 نفر تجربه کرد. در پایان یه نگاهی به جدول ویراج میندازیم که نظر شخصی من در رابطه با رانندگی با این ماشینه. از اینکه برنامه های منو دنبال میکنین و با دوستانتون به اشتراک میذارین ازتون ممنونم. تا ویدئوی بعد و ماشین بعد، بدرود.